سلام بر مردمی که جوهره وجودشان با جوهر عشق وطن آمیخته شده. شگفتی رسانه‌های خارجی از حماسه‌سازی مردم ایران بعد از اعتراف شبکه انگلیسی بی بی سی به حضور گسترده مردم در انتخابات، سایر رسانه‌های خارجی هم تصاویر حضور گسترده شما مردم رو به تصویر کشیدند. شبکه تلویزیونی النیل مصر گزارش داد مشارکت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و شاهدان عینی میزان مشارکت مردم در این انتخابات رو بالاتر از سطح پیش بینی شده دونستند. خبرنگار شبکه تلویزیونی NHK ژاپن هم در گزارشی صفوف تشکیل شده در محل‌های اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو طولانی توصیف کرده. خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره هم ناکام گذاشتن توطئه خارجی رو دلیل صف‌های طولانی مردم ایران در پای صندوق‌های رأی دونست. خب حالا ببینیم خبرنگارای داخلی برامون چی آوردن. جناب حسین زاده، گزارشی که میخواییم پخش بکنیم نمیشه گفت داخلیه، نمیشه گفت خارجیه. حالا عرض میکنم آقای خیام از خبرنگارهای باشگاه رفتن فرودگاه امام و از اونجا یه گزارش درست کردن. شما کجا هستین ان شاءالله؟ من دارم میرم عمان. هر گونه بهبود فقط با رأی امکان پذیره. همه سلایقم به لطف پروردگار الان تایید شدن، هستن. هر کس با هر سلیقه‌ای میتونه گزینه‌ای مورد نظر خودش رو انتخاب کنه. ان شاءالله دبی آینده ایران ما دست همین رأی هاست. دوست باشه هر یک رأی تاثیر خیلی مهمی در سرنوشت جامعه ما خواهد داشت. خیلی ممنون. کجا هستین ان شاءالله؟ من دارم میرم کشور فیلیپین، دانشجو هستم. خواهش میکنم از تمام مردم کشورم که حضور داشته باشن و بتونن سرنوشت خودشون رو به اصطلاح خودشون رقم بزنن. آزا کجا هستین ان شاءالله؟ من عمان ان شاءالله. مطمئنا عملکرد ماها به عنوان کسانی که رأی میدیم، افرادی رو که انتخاب میکنیم در آینده کشور حتما تاثیرگذار هست. به هر حال ما در موقعیت بسیار حساسی کشورمون قرار داره و عملکرد همه ماها میتونه این آینده روشنتری برای کشورمون ان شاءالله رقم بزنه. آزا کجا هستین؟ ترکیه. برام مهم بود رئیس جمهور آینده قرارش چی شخصی بشه، خاطر مملکتم، خاطر عقایدم. آزم کجا هستی؟ با امید از خدا هند. چه لزومی داشت قبل از سفرتون الان اعلام هم کردن برید پای هواپیما اومدید دارید رأی میدید؟ خب به عنوان یک ایرانی و مسلمان وظیفه خودم میدونستم و دعام کردم که انشاءالله هرچی که خیر نظام و مملکتم بشه و فکر نمی کنم کسی ایرانی باش و در قبال انتخابات احساس مسئولیت نکنه. تا چند ساعت دیگه نتیجه انتخاب‌های امروز شما میشه رئیس جمهور منتخب 4 سال آینده. خب راستی از 10 دوره قبلی چند نفر از رؤسای جمهور انتخاب شما بودن؟ چند دور انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردی تا الان؟ 3 دوره شرکت کردم، این دوره 4. 4 دوره که شرکت کردی، چند دوره کاندید مورد نظر رئیس جمهور شدی؟ دو بار. بله. از اول تا آخر تا اول هر چند بار بوده من شرکت کردم. بعد تو این 10 بار شرکت کردی؟ بله. تو این 10 دوره تا حالا چند بار کاندید مورد نظرتون رئیس جمهور شده؟ زیادتر موقعش. حدود 7 بارش احتمالاً. 7 باره. آره. 3 دوره شرکت کرده باشم. این 3 دوره چند بار کاندید مورد نظرتون رئیس جمهور شده؟ تقریباً 2 بار رئیس جمهور شده. از این 5 دوره 2 دوره رئیس جمهور شد، 3 دوره نشد. این چند دوره که شرکت کردی چند بار کاندید مورد نظر انتخاب شده؟ 1 بار. هر وقت رأی دادم همیشه رأی آورد. اون یه باری که شرکت کردی کاندید مورد نظر انتخاب شد یا نشد؟ راستیتش انتخاب نشد، ولی انتخاب نشد. هدف همون حضوره. تابع نظر اکثریت هستیم. هر کسی یک نظری داره دیگه. نظر جمع با
و اون عرض به خدمت شما اکثریت حاکم هستش. نفری که انتخاب میشه و اعلام میشه توسط سیستم رای گیری، رئیس جمهور کل نفراتی که رای دادن و کل نفراتی که رای ندادن و اونهایی که جمهور از جمهور منتخب کل کشور میشه. بس بله، رئیس جمهور منتخب کل کشور است. بله، رئیس جمهور منتخب کل کشوره. چه کسایی که بهش رای دادن و چه کسایی که کاندید مورد نظرشون شخص دیگه ای بوده، مهم رای اکثریت که ملاکه. در بخش‌های قبلی خبر از حماسه حضور در استان‌های جنوبی گفتیم، این بار سری می‌زنیم به استان‌های شمال کشورمون. گزارش‌های رسیده از اردبیل حاکی از صفوف طولانی رای دهنده‌ها در اغلب شعب استان. از استان همسایه هم خبر رسیده که انتخابات در مناطق زلزله زده ارسباران آذربایجان شرقی با شور و نشاط در حال برگزاریه. البته این شور و نشاط شامل مناطق زلزله زده دیگه از جمله زوهان خراسان جنوبی و گوهران هرمزگان هم میشه. در بوشهر هم شور و نشاط انتخاباتی در مناطق زلزله زده شنبه ادامه داره و مردم برای خلق حماسه سیاسی گاهی اوقات در صفهای طولانی تا یک ساعت هم منتظر میشن. یه سیل امسال فروردین ما اینجا اومد که بعد از زلزله مردم اینجا مثل اون سیل بودن که هجوم آوردن به انتخابات. با توجه به وضعیت فعلی مردم فکر نمیکردم، اما اینجا هم صف تشکیل شد. واقعا خوشحالم که صف تشکیل شد و ما معطل شدیم. حالا یک ساعت نیم ساعت هم بوده، یک ساعت بیشتر هم بوده. کشورمون چه آرزویی داریم؟ انشالله موفق باشیم. سربلندی، پیروزی و سربلندی. کشور راسخ و پویا در راستای دیل و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشیم. اونجایی که باید احساس کردن، باید در مقابل دشمن بایستن، همیشه اومدن. وظیفه ما رو خانوادگی رو، یعنی من کوچیک بودم، مامانم ما رو می آورد. ما هم یاد گرفتیم که بیاییم به خانوادم. وظیفه شهری بعد انتخابات شرکت کنم تا یه دستی باشه رو دسته که مملکت سازنده است. ما امروز برای ساختن یک حماسه سیاسی اینجا هستیم. همه ملت ایران جونشون واسه مملکت خودشون در میاد. ما نمیذاریم این مملکت به دست بیگانگان بیفته و دیگران در باره ما تصمیم بگیرن. بعد اونم که روز تعیین تکلیف برای سرنوشت وطنم هستش. من وطنمو دوست دارم. بر فراز خلیج همیشه فارس هستیم. اومدیم به جزیره لاوان، جزیره که تقریبا 580 خانوار بیشتر در اون زندگی نمیکنن. خب همیهنان سرفراز، بخش دیگری از اخبار انتخابات بود که دیدید و شنیدید. اما پیش از خداحافظی و تا بریم به سراغ بخش بعدی، این رو خدمت عرض کنم، همونطور که در تصویر میبینید زیرنویس تصویر اخبار انتخابات که از ساعت 7 بامداد همکارانم و دوستان و همه ما در خدمت شما هستیم، قسمت سبز رنگ زمان رو نشون میده، 19:38 دقیقه و بله شد 39 دقیقه و در واقع حدود شاید مثلا کمتر از برحال 30 دقیقه 20 و چند دقیقه به پایان زمان رسمی رایگیری بیشتر باقی نمونده. ساعت 8 ما باز در خدمتون هستیم. احتمال داره برحال وزارت کشور این زمان رو تمدید بکنه. وقت رو از دست ندید و این فرصتها رو مغتنم بشمارید و دیگه زودتر برید پای صندوق های رای. انشاءالله تا ساعت 20 که در خدمتون خواهیم بود.